فصل دوم، یافتن غیرعادی ترین درمانگر جهان. هر کس به بیرون از خود نگاه کند رویا پردازی کرده و هر کس که به درون خود نگاه کند بیدار شده است. از کارل یونگ. زمانی که به خونه برگشتم نمیتونستم داستان درمانگری که مردم رو بدون دیدن آنها درمان میکرد با سایرین به اشتراک بذارم. روش او چی بود؟ او کی بود؟ آیا این داستان فقط یه فریب بود؟ اغلب رویدادهای منجر به رشد فردی 20 ساله خود را در کتابهای ماجراهای درون و عامل جذب شرح دادم. کسانی که این کتابها را خونده باشند میدونن که من همیشه عاشق بیشتر دونستن بودم. در واقع من همیشه کنجکاو بودم. به مدت 7 سال با یک معلم جنجال برانگیز کار کردم. با بسیاری از مربیان دانش کمک به خود یا افرادی که در این زمینه فعالیت داشتند، از جمله دانشوران، مؤلفان، سخنرانان و حتی جادوگران ذهن مصاحبه کردم. به دلیل موفقیت کتاب اخیرم، اکنون بسیاری از متخصصان در زمینه رشد انسان از دوستان صمیمی من هستند. اما داستان این درمانگر مرا به شدت تحت تأثیر قرار داده بود، چون این موضوع کاملاً با آنچه در گذشته دیده بودم متفاوت بود. یک نوع پیشرفت ذهنی خارق‌العاده و باور نکردنی بود. باید بیشتر می دونستم. بار دیگه به جستجو پرداختم. در گذشته برای یافتن افراد گم شده یک کارآگاه استخدام می کردم. برای مثال هنگام نوشتن کتاب 7 راز گم شده موفقیت، برای یافتن دکتر بروس بارتون همین کار رو کردم. قصد داشتم برای یافتن دکتر هیولن هم یک کارآگاه استخدام کنم که آن رویداد عجیب رخ داد. یه روز که در جستجو برای یافتن دکتر هیولن بودم، نام او را در یک وبسایت مشاهده کردم. نمیدونم چرا حین جستجوهای قبل متوجه این وبسایت نشده بودم. در هر حال آن را یافتم. شماره تماس تلفنی در آن وبسایت درج نشده بود، اما میتونستم دکتر یولن را برای مشاوره شخصی استخدام کنم. یک آدرس ایمیل برای این منظور ذکر شده بود. به نظر می رسید که شیوه عجیبی برای درمان باشه، اما در عصر اینترنت هر کاری امکان پذیره. با این تصور که این کار بهترین شیوه برای نزدیک شدن به وی باشه، یک ایمیل ارسال کردم. آنچنان ذوق زده بودم که انتظار برایم دشوار شده بود. این انتظار چقدر طول می کشید؟ او چه خواهد گفت؟ آیا مطالب جالبی برایم ارسال خواهد کرد؟ یا شاید قرار بود مرا از طریق اینترنت درمان کند؟ آن شب خواب راحت نداشتم، چون به شدت منتظر پاسخ ایمیل بودم. روز بعد پاسخ را دریافت کردم. جو، از اینکه از من درخواست مشاوره کردی سپاسگزارم. مشاوره ها همیشه از طریق اینترنت یا فکس انجام خواهند شد. هر کس که نیازمند مشاوره باشه باید ابتدا اطلاعات کافی در خصوص ماهیت مسئله خود را ذکر کند. برای مثال مشکل خود را توضیح دهد یا دغدغه ذهنی خود را توصیف کند. اطلاعات ارسالی را پردازش کرده و در خصوص آنها برای یافتن مسیرهای الهی مراقبه می کنند. هر آنچه در مراقبه هایم دریافت کنم را از طریق ایمیل به اطلاع فرد می رسانم. امروز که برای صرف نهار به رستوران رفته بودم، یکی از وکلا این اطلاعات را از هاوایی برایم فکس کرد تا نگاهی به آنها بیندازم. پس از پردازش آنها، آنچه از طریق مراقبه از روح الهی دریافت کنم با شما در میان می زنم. اطلاعات بیشتر در زمینه ماهیت و روش کاری مرا در وبسایت www.hoponopono.org مشاهده کنید. هر زمان که مایل به تماس با من بودید تا بهترین شیوه را برای زندگی بیابید، لطفاً بدون درنگ با من تماس بگیرید. امیدوارم آرامش فراتر از درک بشر را تجربه کنید. آرامش من تقدیم تو باد. دکتر ایهالی کالا هیولن. ایمیل عجیبی بود. او با روح الهی صحبت میکرد. وکلا برای او کار میکردند. هنوز اطلاعات کافی در دست نداشتم که در مورد او و رویکرد درمانی او اظهار نظر کنم. اما میدونستم که باید اطلاعات بیشتری کسب کنم. فوراً تصمیم گرفتم او را برای مشاوره از طریق ایمیل استخدام کنم.
این کار مبلغ 150 دلار برایم هزینه داشت که برایم اصلا مهم نبود. بالاخره قرار بود اطلاعات بیشتر در خصوص آن روانشناس مرموز بیابم که معجزه میکرد و شخصا از مدتها پیش به دنبال او بودم. یک بار دیگه هیجان زده شده بودم. مدتی فکر کردم تا بهترین مورد برای مشاوره را انتخاب کنم. همیشه در زندگی خوب عمل کرده بودم. در آن زمان همه چیز داشتم. کتاب، موفقیت، اتومبیل، خانه، همسر، سلامتی، شادی، خوشبختی. همه مردم به دنبال این موارد هستند. قبل از آن حدود 30 کیلوگرم وزن کم کرده بودم و حس خوبی داشتم چون کار بزرگی انجام داده بودم. اما هنوز هم میتونستم وزن کم کنم. برای مثال 10 کیلو بیشتر. از اونجا که برای کاهش وزن بیشتر در تلاش بودم، همین موضوع را برای مشاوره با دکتر هیولن انتخاب کردم. موضوع را در ایمیل مطرح کردم و اون نیز بعد از 24 ساعت به من پاسخ داد. از پاسخ شما سپاسگزارم جو. زمانی که پرسش تو را مطرح کردم، ندا آمد که او خوب است. با بدن خود صحبت کن. به بدنت بگو همین طور که هستی دوستت دارم. از اینکه با من هستی سپاسگزارم. اگر تا به حال تو را به هر نحو آزار دادم عذر می‌خواهم. مرا ببخش. طی روز گاهی اوقات دست از کار بکشید و بدن خود را بررسی کنید. این کار را با عشق و علاقه انجام دهید. از اینکه کارهایم را انجام می‌دهی سپاسگزارم. از اینکه برایم تنفس می‌کنی سپاسگزارم. از اینکه قلبم تپش دارد نیز سپاسگزارم. بدن خود را همچون یک شریک در زندگی تصور کنید، نه یک خادم 24 ساعته. با بدن خود همانند یک کودک خردسال سخن بگویید و با آن دوست باشید. به اندازه کافی برایش آب فراهم کنید تا کارهایش را به طور صحیح انجام دهد. گاهی اوقات شما به اشتباه حس میکنید گرسنه هستید در حالی که فقط تشنه هستید. نوشیدن آب خورشیدی آبی تأثیر جادویی بر خاطرات دارد. مشکلات را در ذهن ناخودآگاه شما بازپخش میکند و به بدن شما فرصت میدهد همه چیز را فراموش کرده و کارها را به دست توانای خداوند بسپارد. یه بطری آب شیشه‌ای به رنگ آبی تهیه کنید. آن را زیر شیر آب پر کنید، در آن را ببندید و به مدت حداقل 1 ساعت در برابر نور خورشید یا لامپ رشته‌ای قرار دهید. از این آب بنوشید و پس از حمام بدن خود را با همین آب آبکشی کنید. از آب خورشیدی آبی برای آشپزی، شستن لباس و هر کار دیگری که با آب انجام می دهید استفاده کنید. شما حتی می توانید قهوه یا شکلات داغ خود را نیز با آب خورشیدی آبی درست کنید. ایمیل شما نشان از یک سادگی بسیار با شکوه داشت. این استعداد فراتر از آن است که بتوان با دیگران مقایسه کرد. شاید بعدها با هم ملاقات کنیم. برای مثال هنگام بازگشت به خانه با هم همسفر شوید. امیدوارم آرامش فراتر از درک بشر را تجربه کنید. آرامش من تقدیم تو باد، دکتر ایهالیکالا هیولن. اگرچه عاشق آرامش موجود در پیامش شدم، اما باید بیشتر می دونستم. آیا این روش ارائه مشاوره است؟ آیا افرادی که در بخش روانشناسی آن بیمارستان بودند را نیز به همین ترتیب درمان کرده بود؟ قطعاً این گونه نیست، چون شک دارم همه مردم آنچه در یک ایمیل دریافت می‌کنند را بدون چون و چرا اجرا کنند. چطور ممکن است یک نفر توصیه‌های موجود در ایمیل را به عنوان راهکار درمان چاقی استفاده کند؟ اینکه به من بگویند حال تو خوب است، قطعاً راه حل مشکلات من نیست. یک ایمیل دیگه برای ارائه اطلاعات بیشتر ارسال کردم. پاسخ وی را در ادامه می‌خوانید. جو، آرامش از خودم آغاز می‌شود. مشکلات من خاطراتی هستند که در ذهن ناخودآگاه هم باز پخش می‌شوند. مشکلات من هیچ ارتباطی با افراد، مکان‌ها و موقعیت‌ها ندارند. شکسپیر در یکی از اشعارش مشکلات را سوگواری پیش از موعد نامیده است.
هر زمان که مشکلات ناشی از بازپخش خاطرات را تجربه می کنم، به خاطر می آورم که من نیز قدرت انتخاب دارم. یعنی من می تونم همچنان با آنها درگیر بمانم یا می تونم از درگاه خداوند درخواست کنم مرا از شر آنها رها کنم. برای این کار خداوند ذهن مرا به وضعیت اولیه تغییر خواهد داد، همان وضعیتی که آن را حالت صفر می نامیم و کاملا تهی از همه چیز. یک ذهن آزاد و عاری از خاطرات. زمانی که از شر خاطرات بد خلاص شوم، به خیشتن الهی خود باز می گردم. هر زمان که ذهن ناخودآگاه من در حالت صفر قرار گیرد، تبدیل به یک ماهیت عاری از زمان، عاری از مرز، نامحدود و بدون مرگ خواهد شد. اما زمانی که ذهن من درگیر خاطرات باشد، بدیهی است که در دام زمان، مکان، مشکلات، عدم قطعیت، هرج و مرج، تفکرات، کشمکش‌ها و مدیریت‌ها گیر خواهد کرد. اگر به خاطرات اجازه دهم بر من مسلط شوند، شفافیت ذهن خود را از دست می‌دهم. بعد از آن حتی هماهنگی با روح الهی را نیز از دست می‌دهم. اگر هماهنگی وجود نداشته باشد، خبری از الهامات الهی نیست و اگر الهام الهی را دریافت نکنید، خبری از اهداف نخواهد بود. هر زمان که با مردم کار می کنم، بیش از پیش از خداوند درخواست می کنم خاطراتم را از ذهن ناخودآگاه هم پاک کند تا همه درک من از رفتار آنها، افکارم و حتی واکنش هایم نسبت به آنها را فراموش کنم. سپس روح الهی در حالت صفر ذهن خودآگاه و ناخودآگاه مرا با الهامات الهی پر می کند تا روح هم نیز بتونه مردم را همچون مخلوقات الهی درک کند. حین کار کردن با روح الهی، خاطراتی که به ذهن ناخودآگاه من منتقل شدند، به ذهن ناخودآگاه دیگران نیز منتقل می شوند. منظور من از دیگران فقط انسان ها نیستند، بلکه حتی جامدات، حیوانات، گیاهان و همه اشکال موجودات، مشهود و غیر مشهود. چقدر زیباست که بدانیم آرامش و آزادی از خودمون شروع میشه. آرامش من تقدیم تو باد، دکتر ایهالی کالا هیوله. باز هم قانع نشدم، چون به طور کامل متوجه نشده بودم. به همین دلیل به وی پیشنهاد کردم که اگر اجازه دهد با او کار کنم. یک کتاب در خصوص روش درمانی او خواهم نوشت. به نظر من این منطقه ترین روش برای به حرف آوردن او بود تا درباره روش درمانی و همچنین معجزه‌ای که در آن بیمارستان روانشناسی انجام داده بود صحبت کند. برایش شرح دادم که این کتاب قطعا کمک حال دیگران خواهد شد و این کار را شخصا با تمام علاقه انجام خواهم داد. ایمیل را ارسال کردم و منتظر پاسخ شدم. او روز بعد پاسخ داد. جو، آرامش از خودم شروع می شود. خاطرات اعتیادآور در ذهن انسان انباشته شدند و به وی تلقین شده است که دیگران به کمک و یاری او نیاز دارند. اما هویت شخصی از طریق هوپونوپونو به شما کمک می کند این خاطرات را در ذهن ناخودآگاهتان دور بریزید تا نگویید مشکلات آنجا هستند نه اینجا. هر یک از ما در حال سوگواری پیش از موعد هستیم. خاطرات مشکل ساز هیچ ارتباطی با انسان، مکان یا موقعیت ندارند. آنها فقط فرصت هایی هستند که باید آزاد شوند. هدف مهم هویت شخصی از طریق هوپونوپونو حفظ هویت شخصی من است، همان که دارای یک ریتم طبیعی و هماهنگ با هوش الهی است. برای بازیابی این ریتم الهی لازم است به حالت صفر برویم و روح خود را آماده دریافت الهام الهی کنیم. در طول تاریخ کسانی که هویت شخصی از طریق هوپونوپونو را تجربه کردند، مایل بودند این اطلاعات را با دیگران به اشتراک بذارند تا به آنها کمک کنند. همه آنها با ذهنیت من می توانم به دیگران کمک کنم گام به جلو برداشتند. اما
نکته مهم این است که به اشتراک گذاشتن روش هویت شخصی از طریق هوپونوپونو قادر نیست انسانها را از شر خاطرات مشکل ساز رها کند، بلکه اجرای تمام و کمال هویت شخصی از طریق هوپونوپونو به آنها کمک خواهد کرد. اگر تصمیم بگیریم که از شر سوگواری پیش از موعد رها شویم، آن زمان است که حالمان خوب می شود. همه چیز و همه کس در اطراف ما نیز حالشان خوب می شود. هرگز توصیه نمی کنم هویت شخصی از طریق هوپونوپونو رو با دیگران به اشتراک بذارید، بلکه توصیه اکید می کنم ذهن خود را از انباشتگی رها کنید تا ابتدا خود را رها کرده و سپس دیگران را. آرامش از من شروع می شود. آرامش من تقدیم تو باد. هیولن. و من باز هم متوجه نمی شدم. یک بار دیگه براش نوشتم که دست کم اجازه دهد تماس تلفنی برقرار کنیم. مایل بودم با او مصاحبه کنم. او پذیرفت. یک زمان مناسب برای گفتگو انتخاب کردیم. جمعه آینده، فقط چند روز دیگه. باز هم هیجان زده بودم. بنابراین فوراً همه ماجرا را برای مارک دوستم نوشتم و توضیح دادم که بالاخره قرار است با کاهن مرموز اهل هاوایی که او چند سال پیش به من معرفی کرده بود صحبت کنم. مارک هم هیجان زده شده بود. هر دو ما نسبت به آنچه میتونستیم بیاموزیم کنجکاو شدیم، اما هر دو نفر ما نسبت به آنچه قرار بود تجربه کنیم بی‌اطلاع بودیم.